دختر اگر خط داشته باشد پسران هفت محله را با سواد می کند همین باور قدیمی باعث شده بود که در قرن سیزدهم بعضی از زنان در ایران اگرچه به مکتب می رفتند و خواندن قرآن را می آموختند اما اجازه یاد گرفتن نوشتن را نداشتند اگرچه همان زمان هم بودند دختران خانواده های خواصی که تحت نظر معلم خصوصی نه فقط خواندن و نوشتن به فارسی که زبانهای فرانسه و غیره را نیز میآموختند حق تحصیل زنان اما هنوز هم و بعد از گذشتن بیش از یک قرن به رسمیت شناخته نمی امروز هم فرقه های بنیادگرای مذهبی تلاش می تا با مسموم کردن دختران محصل جلوی درس خواندن و به مدرسه رفتن آنها را بگیرند تا جایی که پس از سه ماه از مسمومیت دختران دانش آموز در نهایت معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد که مسمومیت دانش آموزان عمدی بوده و افرادی دوست داشتند تمامی مدارس دخترانه تعطیل شوند مسمومیت سریالی دانش آموزان از نهم آذر 1401 در قم آغاز شد و تا کنون صدها دانش آموز در شست مدرسه این شهر که عمدتا مدارس متوسطه اول و دوم دختران بوده دچار مسمومیت شدند مسمومیت های دانش آموزان در ایران فقط منحصر به مدارس قوم نیست و به مدارس دیگر شهرهای ایران از جمله بروجرد، اردبیل و تهران هم گسترش یافته است. گزارشهایی تایید نشده نیز از وقوع مسمومیت در مدارس دخترانه مشهد در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. از زمان انتشار اخبار اولیه در رابطه با مسمومیت مدارس دخترانه گمان زنی های مبنی بر احتمال نقش داشتن گروه های اسلامگرای تندرو در این موضوع مطرح بود محمد تقی فاضل میبودی استاد دانشگاه و حوزه در گفتگو با یک شبکه غربی تایید کرد که پای گروهی به نام شیعیان هزارگرا در میان است به گفته فاضل میبودی این گروه مذهبی و ضد مدرنیته که اتفاقا در قوم و بروجر هواداران پرشماری دارد معتقد است که دختران نباید درس بخوانند. هزارگرایی نگرشی برآمده از مسیحیت است که اتفاقا در میان شیعیان نیز هوادارانی یافته. معتقدان یا پیروان این گروه به پایان قریب الوقوع نظام کنونی دنیا و ظهور امام دوازدهم شیعیان ایمان دارند و معتقدند باید با شبیه سازی زندگی در دوران صدر اسلام جامعه را آماده ظهور هرچه سریعتر کنند در این میان نوک پیکان این فرقه زنان را هدف قرار داده و تلاش می کند زنان را به اندرونی ها برگردانند پیش از آن اما گروهی که مسئولیت این مسمومیت های سریالی را بر عهده گرفت فدائیان ولایت بودند گروهی که بیانیهشان برای اولین بار در گروه های شبکه پیامرسان ایتا منتشر شده بود اگرچه این پیام ساعتی بعد از این شبکه اجتماعی زیر نظر جمهوری فاسد اسلامی حذف شد تنها رد پایی که از گروه فداییان ولایت پیدا می شود ادعای مشارکت این گروه در حمله به خانه حسین علی منتظری در سال 1367 است اما برخی از کاربران شبکه های اجتماعی از پخش شبنامهی در قوم سخن می گویند که در آن گروه فدائیان ولایت ادعا کردند درس خواندن دختران را حرام و ادامه آن را در ردیف محاربه با امام زمان دانسته و تهدید کرده در صورت تعطیل نشدن مدارس دخترانه مسمومیت دختران را به سراسر ایران گسترش خواهند داد نفیسه مرادی دانشپجوه دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 25 بهمن 1401 بر اساس همین شبنامه گفته بود تمرکز این وقایع بر مدارس دخترانه زن خرابکاری منبعث از دیدگاه های ضد بشری را تقویت می کند. اشاره این دانش پجروح به دیدگاه های ضد بشری به اقدامات یک گروه ضد بشری افغانی برای مسموم کردن دانش آموزان دختر تا پیش از بازگشتشان به قدرت در افغانستان برمیگردد. نفیسه مرادی آن زمان افسوده بود که طولانی، تکراری و بیشتر شدن مصمومیتها در مدارس قم و عدم شناسایی عوامل آن سطح توقع خانواده ها را از ایشان بیشتر می کند. البته مرجع اولیه منتشر کننده این یادداشت سایت قوم نیوز که از ابتدا پیگیر این مسمومیت ها بود بعد از حس آن با تذکر نهادهای امنیتی مجبور به عذرخواهی نیز شد فارغ از اینکه کدام گروه یا فرقه مسئول مسموم کردن پی در پی دختران دانش آموز است همچنان سوال های فراوانی مطرح است مهمترین سوال این است که مسموم کنندگان از چه نوع گازی استفاده می کنند تا کنون هیچ از مقامات رسمی در مورد نوع گاز به کار رفته در این حمله ها توضیحی ارائه نکرده است تنها معاون وزارت بهداشت در این رابطه توضیح داده که این مسمومیت ها ناشی از ترکیبات شیمیایی در دسترس است و عفونی و قابل انتقال به دیگران نیست. دانش آموزان نیز اغلب گفتند بوی شبیه میوه گندیده یا به طور مشخص نارنگی به مشامشان رسیده اما مشخص نیست که حمله کنندگان گاز مسموم کننده را چگونه و چطور در ساعات کاری روز تا نزدیک مدارس حمل کرده و آن را در چنان ابعاد وسیعی منتشر می کنند که گذشته از کلاسهای درس حتی در حیات مدارس نیز احساس می شود. حمله اطلاعات به خانه نوه خمینی دستبند بر دستان حسن خمینی شاخ به شاخ شدن با رژیم فریبکار خامنه ای کار دست حرامزاده خمینی داد. طبق گزارشاتی که همینک به دست ما رسیده حرامزاده خمینی آفتابه به دست یا همان حسن خمینی امروز توسط اطلاعات سپاه اهریمنی دستگیر شده و دستبند بر دست به زندان منتقل شده است شنیده ها حاکی از آن است که این حرامزاده با فرزند خامنه ای مشتبا خامنه ای شاخ به شاخ شده و از او استنتاج کرده که در پی آن توسط نیروهای اهریمنی سپاه بازداشت و روانه زندان شده است